بیان آنکه فتح طلبیدن پیغامبر علیه السلام مکه را و غیر مکه را به جهت دوستی ملک دنیا نبود، چون فرموده است که از دنیا جیفه، بلکه به امر بود. جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم؟ آنکه او از مخزن هفت آسمان چشم و دل بربست روز امتحان، از پی نظاره او حور و جان پر شده آفاق هر هفت آسمان، از پی نظاره او حور و جان پر شده آفاق هر هفت آسمان، خیشتن آراسته از بحر او خود ورا پروای غیر دوست کو، آنچنان پرگشته از اجلال حق که در او هم ره نیابد آل حق. لا یسع فینا نبی مرسلون و الملک و روح و ایزن فقلو. گفت ما زاقیم همچون زاق نه، مست سباقیم مست باق نه، چون که مخزنهای افلاک و عقول، چون خسی آمد بر چشم رسول. پس چه باشد مکه و شام و عراق، که نمایت او نبرد و اشتیاق؟ آن گمان بروی ضمیر بد کند، که قیاس از جهل و حرص خود کند. آبگینه زرد چون سابزی نقاب، زرد بینی جمله نور آفتاب. بشکنان شیشه کبود و زرد را، تا شناسی گرد را و مرد را. گرد فارس گرد سر افراشته، گرد را تو مرد حق پنداشته. گرد دید ابلیس و گفت این فرع تین، چون فزاید بر من آتش جبین؟ تا تو میبینی عزیزان را بشر، دان که میراث بلیس است آن نظر. گر نه فرزند بلیسی ای انید، پس به تو میراث آن سگ چون رسید؟ من نیم سگ، شیر حقم حق پرست. شیر حق آن است که از صورت برست. شیر دنیا جوید اشکاری و برگ، شیر مولا جوید آزادی و مرگ. چون که اندر مرگ بیند صد وجود، همچو پروانه بسوزاند وجود. شد هوای مرگ طوق صادقان، که جهودان را بود این دم امتحان. در نبی فرمود که قوم یهود، صادقان را مرگ باشد گنج و سود. همچنان که آرزوی سود هست، آرزوی مرگ بردن زان به هست. ای جهودان بهر ناموس کسان، بگذرانید این تمنا بر زبان. یک جهودی این قد زهره نداشت، چون محمد این علم را برفراشت. گفت اگر رانید این را بر زبان، یک یهودی خود نماند در جهان. پس یهودان مال بردند و خراج، که مکن رسوا تو ما را ای سراج. این سخن را نیست پایانی پدید، دست با من ده چو چشمت دوست دید.